من اولا خودم به کلیت یک فردی که یک دین دیگری داشته باشد چه احساسی دارم من به عنوان یک انسان همه انسانها را با هر دینی با هر باوری با هر رنگی یکسان میبینم ولی طبق اون تجربه شخصی که من در جامعه بسته ای که داشتم به خاطر اون عدم اینفورمیشن حالا الان که یک ذره باز شده ولی خب هستن کسایی که در جامعه بلوچستان هنوز هم دارن زندگی میکنن به همین خاطر من شاید یک کم رویه فرق بکنه یک ذره تند و تیزتر با اسلام برخورد میکنم نه مسلمان ولی اینها فرق میکنم با هم دیگه من با اصل اسلام خیلی قاطعانه و محکم با اسلام برخورد میکنم و نقدش میکنم شاید این سوال باشه که آیا من دارم ترویج افیای میکنم خیر من فقط فضایی رو میخوام که فضایی باید درست بشه که افراد توانایی تفکر داشته باشن شاید همین اشتباه باشه البته با چون حالا هم دوستان در مورد این بگم من این رو باز میذارم در مورد خودم که ولی من بر اساس تجربه‌ای که داشتم فردی که بخواهد مسلمان باشد برای من زیاد فرقی با این که یک نفر ایفیس باشه نداره ولی با اسلام چرا با اسلام خیلی شاید محتوا بسازم داشت چیز بکنم به همین خاطر یک ذر استکاک میخوریم با مسلمان های عزیز یا کم و بیش با مسیحی ها این بر اساس آن چیزی است که ما داریم بیان می کنیم که آزادی تفکر در انسان ها به وجود بیاد به نظر من فرق میکنه این دوتا موضوع ولی اگر من هم تند تیز دارم با اسلام یا با ادیان دارم برخورد می فقط و فقط برای اون زمین سازی هست که برای تفکر به وجود بیاد چون که تا زمانی که مماشات وجود داشته باشه تا زمانی که این که من بگم که ایساب به دین خود و موسی به دین خود اون تفکر و اون قدرت تفکر به وجود نمیاد بر حسب عادت این همینجوری روتین میگذره میگه که حالا طرف اصلا به اسلام به چیز باور نداره چی میگم نمیدونه ولی باور داره ببخشید اشتباه گفتم اصلا در موردش هیچ گوره اطلاعاتی نداره و اون رو درست میدونه یا در مورد قرآن به همین منوال خب من چند تا اکت داشتم در مورد قرآن که با نقدهای خیلی سنگین دوستان روبرو شدم که گفتن که کار درست نیست به مسلمان باید احترام بذاری بالاخره اونا قبول دارم ولی من نه من منظورم اینه که این قرآن رو باید بفهمن شاید تابو شکنی بشود و زمین ساز بشه برای اینکه آیندگانی که وقتی که من از اینها دارم صحبت میکنم منظورم اون جامعه بسته بلوچستان بیشتر مد نظر من هست تا اینکه جامعه تهران رو بخوام بیام نگاه بکنم ما هنوز هم از نگاه تفکری یا از نگاه فرهنگی خیلی در جامعه بلوچستان عقب هستیم اینا رو بر حسب اساس چیز ندونیم یعنی دوستان بد ندونن ولی واقعا واقعا جامعه که در بلوچ زندگی میکنه از نگاه فرهنگی از نگاه دیدگاهی به مذهب خیلی عقبتر زندگی میکنن من یک مثال ساده ای رو بزنم مشاهد هم کلام رو بکنم رئیس هواشناسی من خودم مرد شهرستان, شهرستان سراوان رئیس اداره هواشناسی شهرستان سراوان استوری نماز باران وقتی میذاره یعنی من میگم که اگر هیچ کسی ندونه لاقل تو میدونی خب یا این دو راه داره یا این که داره مماشات میکنه یا این که همون باورهای غلطی هست که دارد هنوز من تند تیزتر با اسلام برخورد میکنم ولی با فردی که مسلمان باشه احساس برابری با همه انسان ها باشون دارم